سلام، وقت همگی به خیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به جلسه جدیدی در رابطه با لوکال هاست. این جلسه میخواییم در مورد لوکال هاست با هم صحبت کنیم و همچنین این جلسه مختص اون عزیزانی است که نمیخوان هاست و دامین تو ابتدای کار تهیه کنن. این افراد بایستی حالا توی مرحله ای هاست و دامین حتما تهیه کنن، ولی خب به هر دلیلی اگه نخواستید ابتدای کار هاست و دامین تهیه کنید، حتما این ویدیو رو ببینید. با روشی که میگم یه هاست مجازی داخل کامپیوتر خودتون یا همون لوکال هاست رو راه اندازی کنید و با این کار میتونید حالا طراحی رو شروع کنید با ما تا یه جایی هم پیش ببرید. خب زیاد توضیح نمیدم چون احتمال داره تایم این ویدیو زیاد بشه و طولانی باشه، واسه همین مستقیم میریم سراغ کار. عبارتی که میخواییم اینجا سرچ کنیم و وارد سایتش بشیم، ما به یه ابزاری نیاز داریم به اسم زمپ. این ابزار زمپ میاد در واقع همون لوکال هاست و داخل سایت ما شکل میده. پس ما عبارت زمپ رو سرچ میکنم، عبارت زمپ، خب همینو جستجو میکنم. اولین سایتی که میاد apachefriends.org، همینو باز میکنیم. خب الان اینجا سایتی که باز شده سایت اختصاصی لوکال هاست یا همون زمپه. الان ما باید چیکار کنیم؟ یه دونه زمپ واسه سیستم خودمون، کامپیوتر خودمون دانلود کنیم. اون زمپی که به درد ما میخوره متناسب با سیستمی که دارید، اگه ویندوز لینوکس، حالا لینوکس هر چیزی که خودتون دارید. من ویندوز رو دانلود میکنم. خب اینجا دسکتاپ هم سیو میکنم زمپو. اینو یکم به نظرم کوتاه کنیم. خب این زمپ واسه من شروع شد واسه دانلود. دانلود این زمپ حدود چند دقیقه حالا طول میکشه، چون که 165 مگابایته و مگابایتش زیاده، واسه همین من ویدیو رو فعلا متوقف میکنم. وقتی دانلودش تکمیل شد من دوباره ویدیو رو ادامه میدم. خب دوستان، اینجا این زمپ واسه من دانلود شد، دانلودش تموم شد. الان اینو باز میکنم. خب اینجا زمپ رو من نصب کردم، فایلش در اختیار من قرار گرفته، در قسمت دسکتاپ هم نصبش کردم. حالا روش کلیک میکنم تا برنامه زمپ واسه من اجرا بشه. منتظر میمونم تا این برنامه اجرا بشه. خب به این شکل. قبل از هر چیز این کادر میاد اینجا. خب یه کادری میاد که خیلی مهم نیست، اوکی شما میزنید. بعدش پشت سر هم این نکست ها رو میزنید، خیلی ساده بدون اینکه هیچ پیچیدگی خاصی داشته باشه. منتظر میاد. اینم یه راهنماست که باز کرده که باز به درد ما نمیخوره. و حالا منتظر میمونیم که این فایل واسه ما نصبش تموم بشه و به اتمام برسه، که باز این یکم زمان بره. واسه همین که ویدیو تایمش باز طولانی نشه، من اینو متوقف میکنم تا نصب این فایل تکمیل بشه. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید اینم نصبش تکمیل شد. الان اینجا من معذرت میخوام فینیش رو میزنم، منتظر میمونم یه صفحه‌ای واسه من باز بشه. خب این صفحه، اینجا را خیلی دقت کنید. اینجا 5 تا گزینه داده واسه ما، 5 تا گزینه آپاچی، MySQL و الی آخر. ما دو تا از این گزینه ها رو نیازه که فعال کنیم، یعنی سر و کار ما تو این دوره با این دو تا، تو این دوره که نه، توی لوکال هاست با این دو تا بخشه. یکیش قسمت اول آپاچی، این قسمت، یکیش این قسمت MySQL. اول من میام روی آپاچی و استارت رو میزنم، منتظر میمونم این فعال شد واسه ما. و بخش دوم MySQL، اینم میزنم استارتو که اینم فعال بشه. فقط دوستان دقت کنید، به هر دلیلی اگه این مراحل با
پاس شما، یعنی این دوتا گزینه رو زدی دوست به حالت سبز در نیومد و فعال نشد، مطمئن باشید یه جای کار رو حالا اشتباه رفتید. برید بررسی کنید ببینید نسخه ای که دانلود کردید درسته یا نه. خب حالا این دوتا گزینه واسه من فعال شدن و تقریبا دیگه نصب لوکال هاست و ابزار زمپ تموم شد و دیگه نیازی به این کادر ندارم. من اینو میبندم. خب الان زمپ روی سیستم ما نصبه. کار بعدی که میکنیم چیه؟ الان ما نیاز داریم که وردپرس هم نصب کنیم. خب الان ما لوکال هاست رو راه اندازی کردیم. خب داخل لوکال هاست میخواییم با وردپرس کار کنیم، پس باید وردپرس هم بیاریم داخل لوکال هاست راه اندازی کنیم که داخل وردپرس هم بیاییم سایتمون رو طراحی کنیم. واسه این کار مجدد برمیگردم داخل مرورگر خودم. این بار چیزی که سرچ میکنم وردپرسه، wordpress.org. اینو سرچ میکنم و مستقیم وارد سایت اصلی وردپرس میشم. خب این گزینه رو میزنم. خب این گزینه، خب این گزینه رو که زدم این صفحه واسه من اومد، آخرین نسخه وردپرس. دقت کنید آخرین نسخه وردپرس، نسخه 6.1. خب شما باید اینو دانلود کنید که البته بگم الان این آخرین نسخه هسته. شاید شما وقتی که دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید نسخه های جدیدتری ارائه بشه که اون موقع باید آخرین نسخه رو باز دانلود کنید. اینجا اینو میزنید و منتظر میمونید که این واسه شما دانلود بشه، که من قبلا باز این کارو انجام دادم که وقت ویدیو سر این باز خیلی معطل نشیم و وردپرس رو دانلود کردم و اینجا میبینید که واسه من دانلود شده. خب این کارو کردیم. کار بعدی که میخوایم انجام بدیم چیه؟ الان میخوایم وردپرس رو ببریم داخل لوکال هاست قرار بدیم. یه دونه وردپرس داریم، یه دونه لوکال هاست داریم. میخوایم وردپرس رو داخل لوکال هاست قرار بدیم و داخل وردپرس سایتمون رو طراحی کنیم. واسه این کار من کجا میرم؟ خیلی دقت کنید اینجا رو ببینید دوستان. میرم قسمت مای کامپیوتر خودم. خب اینجا درایو سی. خب درایو سی رو باز میکنم. اینجا گزینه زمپ، شما این گزینه رو اگه زمپ رو نصب کنید خواهید داشت. گزینه زمپ من این مورد رو باز میکنم. اینجا من باید این قسمت به دنبال پوشه htdocs باشم. اینجاست پوشه htdocs. خب یه بار دیگه برمیگردم اینجا میبینید پوشه htdocs اینو باز میکنم. داخل پوشه htdocs یه سری فایل قرار گرفته که این فایل ها به هیچ درد ما نمیخوره. ما میخواییم سایتمونو وردپرس رو این قسمت قرار بدیم، پس این سایت ها رو من این فایل ها رو من ابتدای کار حذفشون میکنم، به کل حذف شدن. حالا کار بعدی که میخوام انجام بدم اینه که وردپرس رو این قسمت قرار بدم. خب برم وردپرس رو اونجا که دانلود کردم و قرار دادم قسمت دانلود ها. خب وردپرس اینه، ببینید این وردپرسه. حالا دوتا دانلود کردم من، همینو من کپی میکنم، فایل زیپ وردپرس رو کپی میکنم. خیلی دقت کنید، شما هم باید دقیقا همین کار رو انجام بدید. فایل زیپ وردپرس رو کپی میکنید، فایلی که دانلود کردید. بعد برمیگردم همون قسمت داخل پوشه زمپ قسمت htdocs، فایلاش رو پاک کردیم و به جای اون فایلا میخواییم وردپرس رو جایگذاری کنیم. خب من وردپرس رو کپی کردم، اینجا پیست کردم. کار بعدی که میخوام انجام بدم چیه؟ وردپرس رو از حالت زیپ در میارم. واسه این کار حالا یه راست کلیک میکنم، اکسترکتش میکنم و منتظر میمونم این فایل از حالت زیپ خارج بشه. خب این فایل واسه من حاضر شد. الان میرم داخل پوشه وردپرس. باز خیلی دقت کنید، مهمه. اینجا از حالت زیپ خارج کردم وردپرس رو، یه پوشه واسه من اومد. میرم داخل پوشه و این فایل هایی که میبینید، این فایل ها خیلی مهمه.
در واقع شکل دهنده وردپرس تو سایت ما همین فایل ها هستن که ساختار سایت ما رو شکل میدن. من اینا رو کپی میکنم، این فایل ها رو، خب اینا رو کپی کردم، یه پله برمیگردم عقب و این قسمت اون فایل ها رو پیست میکنم. فهمیدید؟ داخل این پوشه این فایل ها رو تماما کپی کردم، اومدم اینجا میخوام پیست کنم، پیست رو میزنم و منتظر میمونم این فایل واسه من پیست بشه. خب این فایل هم باز ممکنه یکم زمان بر بشه، ولی خب ویدیو رو دیگه متوقف نمی کنم. امیدوارم که اینم یکم سریعتر پیست بشه و بتونیم کارمون رو انجام بدیم. مثل این که داره فکر کنم زمان بر میشه ویدیو رو متوقف کنم. آره، ویدیو رو متوقف کنم. به محض اینکه این تکمیل شد باز برمیگردیم ادامه ویدیو رو با هم پیش میبریم. خب دوستان، بالاخره این فایل هم کپی شدن واسه من، اینجا این قسمت تماما کپی شدن. الان بجز این فایل هایی که پیست کردیم دو تا فایل دیگه داریم ما که قبل از اینا داشتیم، یکیش فایل زیپ وردپرس و یکی هم پوشه‌ای که بعد اینکه زیپ رو باز کردیم این پوشه واسه ما اومد اینجا. ما نیازی به این دوتا فایل نداریم، پس هر دوتاشو من پاک میکنم، یه دونه فایل وردپرس، یه دونه هم فایل پوشه اون زیپ. خب هر دوتاشو من پاک میکنم. خب الان وقتی که ما اومدیم این فایل ها رو در قسمت htdocs زمپ قرار دادیم، بدین معنی است که وردپرس رو نصب کردیم روی لوکال هاست خودمون و الان باید وردپرس ما آماده باشه. از کجا بفهمیم آماده هست و یه جورایی کارمون رو شروع کنیم؟ خب برمیگردیم مرورگر خودمون، کار بعدی که میخوایم انجام بدیم، من اینا رو ببندم. خب کار بعدی که من انجام میدم، خیلی باز دقت کنید، دقیقا این عبارتی که من میخوام اینجا وارد کنم و شما هم وارد کنید، عبارت لوکال هاست. ببینید خیلی دقت کنید، لوکال هاست، دقیقا این عبارت رو وارد کنید و جستجو رو بزنید. منتظر میمونیم این عبارت حالا جستجو بشه و صفحه‌ای که میخواییم باز بشه. الان باید صفحه وردپرس واسه ما به نمایش در بیاد. خب این صفحه وردپرس، اگه این صفحه بیاد بدین من ایست که شما تمام مراحل درست رفتید و مشکلی نداره. خب کار بعدی که میخواییم انجام بدیم چیه؟ میریم وردپرس مراحل اولیه سایتمون رو راه اندازی کنیم. یه سری موارده که خیلی هم آسونه، مو به مو جلو میریم. اولین کاری که میخواییم انجام بدیم زبان وردپرسمون رو انتخاب کنیم. وردپرس ما به چه زبانی باشه؟ خب طبیعتا ما فارسی رو انتخاب میکنیم، به زبان فارسی. ادامه رو میزنم من، این فارسی الان اینجا واسه من انتخاب شد. خب اینجا از من یه سری حالا خوش آمد میگه، بعدش یه سری چیزا میگه که اینا رو صفحه بعد باید ما فراهم کنیم. خب بزن بریم و من میزنم اینجا. ابتدا از من نام پایگاه داده میخواد. نام پایگاه داده یعنی چی؟ یعنی یه دیتابیس باید ما داشته باشیم که این قسمت وارد کنیم. خب ما دیتابیس مگه ساختیم؟ مگه ما دیتابیس داریم؟ خب این یه مورد خیلی مهمیه که الان ما باید اینو فراهم کنیم. اینو چطور فراهم کنیم؟ خب من میرم یه مرورگر دیگه مثل همین گوگل کروم، گوگل کروم رو باز میکنم. اینجا باز خیلی مهمه، باید دقیقا همین کاری که من میکنم و شما هم بخش به بخش گام به گام انجام بدید. چیزی که میخوام اینجا سرچ کنم، خیلی دقت کنید، یه دونه لوکال هاست مینویسم ابتدای کار، لوکال هاست. خب یه دونه لوکال هاست نوشتم، بعد یه دونه اسلش میذارم، بعد یه دونه پی اچ پی مای اد می. دقیقاً باید این عبارت رو وارد کنید، خیلی مهمه، دقیقاً باید این عبارت رو وارد کنید. بعد اینتر رو میزنم. خب صفحه‌ای که واسه من باز شده این صفحه هست. اینجا باید واسه خودم دیتابیس بسازم، پایگاه داده تشکیل بدم. واسه این کار میام اینجا نیو را میزنم. خب
اسم دیتابیسمون چی باشه؟ مثلا من می‌نویسم مکتب. خب خیلی دقت کنید، اسمشو گذاشتیم مکتب، اینجا باید اینی که هست رو تغییر بدیم. خب اینی که هست رو تغییر بدیم به چی؟ به UTF-8 پرشین. خب ما میخواییم پرشین باشه. خب الان اینجا باید جستجو کنیم پرشین رو، یکم کار سختیه، یعنی پیدا کردنش در واقع کار سختیه، ولی خب امیدوارم که سریعتر بتونیم پیدا کنیم اینو. خب پیدا شد، UTF underline پرشین، اینو انتخاب میکنم، کریت رو میزنم، دیتابیس واسه ما ساخته شد. ما الان یه دونه دیتابیس داریم داخل کامپیوتر خودمون، نه جای دیگه. برمیگردم بازم همون فضای وردپرس، اینجا دیتابیسی که ساختیم رو وارد میکنم. اون دیتابیس چیه؟ مکتب. خب این از این. نام کاربری میخواد از من، توی همه لوکال هاست ها نام کاربری یه عبارت مشخصه، اونم چیه؟ روت. شما دقیقا باید همین رو وارد کنید، عبارت روت رو وارد کنید. رمز عبور که نمیخوایم، لوکال هاست اینا هم که اوکیه، فرستادن رو میزنم. خب میگه که همه چی اوکیه، راه اندازی نصب. خب اینجا از ما عنوان سایتمون رو میخواد، سایتی که میخواییم بسازیم عنوانش چی باشه؟ مثلا من مینویسم که عنوانش یادگیری وردپرس. خب یه دونه نام کاربری همین مکتب رو انتخاب میکنم من. رمز عبور از ما میخواد، خب نیاز نیست رمز عبور خیلی پیچیده ای بدیم، چون که حالا چون خودمون فقط بهش دسترسی داریم و کسی دیگه اصلا نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. من همون مکتب رو میدم، تایید به کارگیری رمز سست، ایمیلم نمیدونم لازمه یا نه، ولی خب من ایمیلم اینجا مینویسم و راه اندازی وردپرس. تمام مراحل رو تا اینجای کار درست رفتیم و الان وردپرس فارسی واسه ما نصب شد. ورود رو میزنیم، بریم صفحه ورود. خب مکتب اسم نام کاربری ما، رمز عبور ما باز همین مکتب، و الان ورود میکنیم به فضای وردپرس، جایی که میخوایم سایتمونو توش طراحی کنیم، یعنی پیشخوان وردپرس. به این فضایی که الان شما اینجا میبینید میگن پیشخوان وردپرس. من میگم تایم این ویدیو چقدره؟ آه خیلی زیاد شد، 17 دقیقه تایم این ویدیو شد. من دیگه توضیحات بیشتر نمیدم، شما تا اینجای کار باید انجام بدید به فضای وردپرس یا پیشخوان وردپرس برسید. تو ویدیوهای بعدی میریم بیشتر در رابطه با پیشخوان وردپرس و بخش‌های مختلفش صحبت میکنیم.